علی کاظمی همکارم از موسکو در ارتباط با ما همراه شده. علی، خود در محل این حادثه هستی الان، از وضعیت و تحقیقات جدیدی که صورت گرفته بیشتر بشنویم ازت. خودت هم بهش اشاره کردی، ولی جایی که من هستم پشت سرم کرکوس هال سیتی هست که مورد هدف قرار گرفته بود و فعلا هم تدابیر شدید امنیتی است و این طرف هم مردم هم بهتر است از جلوی دوربین برم اون طرف و مقامات امنیتی میگن که هنوز جستجوها ادامه داره، بخصوص برای پیدا کردن کسایی که زیر آوار هستند و بعد از روی کارشان صورت خواهد گرفت. و این طرف هم محلی برای کشته شدگان مد نظر گرفته شده و مردم از سر تا سر روسیه برای یادبود از اینها میان، بخصوص برای اطفالی که در این حادثه کشته شده، و خبرنگاران حضور دارن در منطقه و لحظه به لحظه گزارش میکنن. چیزی که من صحبت کردم لحظات پیش با مقاماتی که در اینجا هستن، گفتن که تحقیقات هنوز ادامه داره، جستجو هنوز ادامه داره در کرکوس سیتی و قرار است روبروی ما کرکوس اکسپوس که گفتن که چند روز بعد قرار است برنامه نمایشگاهی در اونجا برگزار بشه و همین دلیل از نگاه امنیتی این منطقه را افزایش دادن. در دیگر نقاط مسکو هم گفتن که تدابیر شدید امنیتی بالاست، جستجو بیشتر ادامه داره و بخصوص بعد از اینکه روز گذشته گفتن که سه کس جدید را تانستن که پیدا بکنن بعد از تحقیقات لازم. سه کسی هستن که در خودت هم بهش اشاره کردی با عاملین اصلی این حمله ارتباط داشتن، بخصوص در قسمت ارسال پول و همچنان گرفتن ماشین برایشان و اجاره آپارتمان در مسکو، گفتن باشان همکاری داشتن. فعلا شرایط اینجا آرام هست، پشت سر اجازه نیست مکان اصلی که حادثه رخ داده، ولی برای اطرافش اجازه است برای مردم بیان برای بازدید و همچنان یادبود از قربانیان. باید یادآوری بکنم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم شب گذشته با تمام مسئولین امنیتی روسیه صحبت کرد از اینکه این حادثه توسط اسلامگران رادیکال رخ داده، ولی گفته برای ما مهم است منبعی که اینا را این وظیفه را بهش داده بود او را پیدا بکنه و بتونیم تمام کسایی که دست داشته را دستگیر کنیم. شکرم از توضیحاتت علی کاظمی، همکارم از موسکو همراه ما.